با درود به هموطنان ایرانی گرامی من در ایران و سراسر جهان به شما درود میفرستم و سلام میکنم و امیدوارم که روزگارتون خوب پیش بره و کاملا موفق و سلامت باشید. امروز من میخواستم که در مورد مجموعه و کلکسیون سلاح‌های ایرانی در یک موزه خیلی مهم دنیا، موزه ارمیتاژ، بعضی که تو ایران میگن آرمیتاژ ولی ارمیتاژ، در سنت پترزبورگ صحبت کنم. این موزه خیلی موزه مهمیه که و سلاح‌های ایرانی رو داره. به چه دلیل مهمه؟ ببینید، خیلی از این سلاح‌هایی که در اینجا هستش مثل کاخ کرملین، اینا اهدایی‌هایی بوده که به زارهای روس داده شده و بعضی‌هاشون هم در جنگ ها گرفته شده. حتی در ارمیتاژ نه، اون در موزه نظامی توی خودم سان پترزبورگ که دوست من و همکار من آندرو که اونجا یکی از محققان در موزه هست، موزه صدا توپخانه و ارتش روسی هستش در اونجا، که اونا سلاح‌هایی هستن که حتی توپ‌هایی دارن که از در جنگ‌هایی که با ایران به غنیمت گرفته بودن اونجا هست و برای ما به خصوص قپوساش خیلی مهمه. قپوسا و خمپاره‌های دوره قاجار که من اونها رو در کتاب من چاپ کردم در کنار سلاح‌های گرم ایرانی که به نام Persian Fire and Steel، آتش پارس، آتش و فولاد فارس چاپ کردم. ولی در موزه ارمیتاژ اینا اکثرا اهدایی هستن و من امروز اینا رو به شما نشون میدم. در موزه ارمیتاژ سان پترزبورگ روسیه، من چند سال پیش یکی از محققای روسیه که با هم دیگه مقاله هم داریم کار کردیم، الکسی کوشنین، من دعوت کرد که من در اونجا بودم و در مورد این سلاح ها تحقیق کردم و الان اینا رو به شما نشون میدم. من چند تا قدیم ها اینا رو، بعضی از عکس ها رو نشون دادم، ولی امروز تصمیم گرفتم که اینا رو قشنگ به شما توضیح بدم. تشکر من همچنین به خانم الینا مزاپوما، دکتر مزاپوما از موزه ارمیتاژ و بقیه دوستان و همکاران در این موزه مهم دنیا که در سان پترزبورگ روسیه هستش. این زرهی رو که در اینجا میبینید، همینطوری که مشاهده میکنید، یک کلاخود داره که کلاخودش به شکل دیو شکله، که ما میدونیم که در شاهنامه رستم بارها به این صورت کشیده شده که برای اینکه دیو رو شکست میده کلاهشو به سرش میذاره، که بعدم بر اون نماد کلاخودهای فولادی درست کردن که میبینید حتی صورتاشون هستن به اینجا. و ما الان اینجا اگه شما دقت کرده باشید، این از موزه ارمیتاژ در سال 1922 میلادی، این در کلکسیون و مجموعه پرنس های ولکونسکی بودن. ولکونسکی ها خیلیشون جنرال های ارتش روسیه بودن. حالا در مورد، اگه خواستید در موردشون تحقیق کنید میتونید دنبالشون بگردید، به خصوص به انگلیسی ولکونسکی و زبونه دیگه میتونید در موردش بخونید. در موردشون که اینا جنرال های برجسته‌ای بودن، یکیشون به خصوص در ارتش روسیه. ولی این زره که تنشه از وینتر پالاس، از کاخ زمستانی میاد، از خود همینجا که دستان پیلس بود. من این رو بهتون نشون میدم. ببینید، این کلاخود، این در سال 1885 تا 1886 از مجموعه سلاح‌های ساسکوی سلو به سان پترزبورگ آورده شده. شما ببینید دماغکش رو، ببینید دماغک یعنی محافظ بینی، که در اینجا می‌بینید که زره تا اینجا میاد، ببینید گریبان، ببینید تا کجا اومده بالا، و این زره در اینجاست و این چشم داره که همون مثلا دیو در حالت خوابیده و شاخهای بسیار زیبا که ببینید قلم زنی رو نگاه کنید، نیزک کلاخود رو میبینید اینجا. که اینجا ببینید تا اینجا زره که میاد، چشم میره اینجا پشت این زره و این دماغ هم حفاظت میده. این اینجا میاد، اینجا بسته میشه، اینجا هم بسته میشه، یه قسمت فقط جلوی صورت باز میمونه در جنگ. چهار آینه، برخلاف خیلی غربی ها که همیشه فکر میکنن چهار آینه فقط برای این بوده که جلوی سلاح‌های مثل سرپر رو بگیره، اصلا اینجوری نیست. این یه تصوریه که خیلی غربی ها همیشه از خود چیزایی که غربی ها متاسفانه همیشه چیزایی که خودشون مثلا در جنگشون دیدن سعی میکنن، فکر میکنن همه دنیا هم باید مثل خداشون باشن متاسفانه.
ببینید چهارآینه وجود داشته حتی قبل از اینکه سلاح‌های شمخالی و سرپا استفاده بشن، روی مقدار کوچیک‌تر بوده اینا، برای این که بتونن جلوی نیزه و سلاح‌های سنگین رو که در شکم میومده بگیرن. این چهارآینه یکی از زیباترین چهارآینه ها هستش که من تا حالا دیدم. ببینید حتی اینجا یکم فاصله داره، اینا به هم دیگه نزدیک‌تر میشه. در چهارآینه نوعی مختلف داره، بعضیا لولاییه، بعضیا با تسمه چرمی به هم دیگه بسته میشن که الان این مثل اینه تسمه است، ولی شما از این از پولاد گوهر داره و شما الان قلمزنی هایی رو که روی اینو ببینید به زیباییش پی میبرید. واقعا زیباست. ما اگر الان بریم اینجا شلوار زره یا زره شلوار، این ماره قرن 17 میلادی هستش. ببینید این حالت جوشن داره که قسمت های مختلف به اساس صفحه‌های پولادی در اینجا هستش که با حلقه به هم دیگه وصل شده. این باعث میشه که ببینید اگه تمام شلوار زره از زره حلقه‌ای باشه باعث سنگینیش میشه. شما وقتی که ورق‌های پولادی رو داخل ببینید باعث میشه بتونید سبک‌تر کنید. زانوبند رو نگاه کنید به چه زیبایی رو در مینیاتورها میبینید. شلوار زره یا زره شلوار در موزه نظامی تهران هم یکی هستش. متاسفانه من اون سالی که بودم در نمایش نبود. البته من اینا همه رو ارزیابی و اندازه‌گیری کردم. ولی خواستم به شما بگم که در اونجا هستش شلوار زره و یه قسمت های ساقبندش رو ببینید چجوری در اینجا هستش و قسمت های مختلف. پس من برگردم اینجا یه بار دیگه به شما نشون بدم اینجاست. ما الان اینجا برگردیم. یعنی چون دو تا عکس برام دیگه گذاشتم اینجوری یه پای سوم ایجاد میشه. اشتباه نکن. یعنی اصلش این شکلیه، درسته؟ متاسفانه این خیلی این عکس چیزیش. ببینید زره های حلقه ایرانی یکی از بهترین بافت های دنیا دارن. من واقعا این رو از روی ناسیونالیستی نمیگم، اینو واقعا میگم. من تا حالا ندیدم. همونطوری که رابینسون، محقق رابینسون در مورد زره ها کتاب زیاد نوشته، میگه ایرانی ها سرآمد زره سازی بودن در آسیا، نه فقط در آسیا، به همه جا. شما الان اینجا رو نگاه کنید، ریز بافه میبینید که حتی میخ پرچ هم شده. باورتون میشه؟ نگاه کنید این ریز بافته، نگاه کنید، باور نکردنیه. بعد میریم به بازوبند. ما همطوری که میدونیم همه بازوبند ها محافظ دست نداشته. ببینیم اونایی که محافظ دست نداشته یا اینکه دستکش چرمی دستشون میگردن اکثرا، ولی یه محافظ دست داره که با زره حلقه هستش که بعدش هم زیرش هم که چیز خفتان روش زره حلقه است. بعضیش اصلا تا مینیاتور هست که نداره، این از اون نمونه هاست و این هم با تسمه چرمی به هم دیگه بس میشه. این هم اگه شما دقت کرده باشید از پولاد گوهر داره. یه مقدار کناره هاش هم با تراکوبی هستش و اینجا هم نوشته داره، میبینید دیگه خودتون. این از کاخ زمستونی میاد. این یک شمشیر قرن 19 میلادی از شمشیر مستقیم هستش. شمشیر مستقیمی که برخلاف من این ثابت کردم، اینا خیلی ها فکر میکردن که فقط در دوره قاجار تولید میشده، اینجوری نیست. ما حتی در دوره صفوی هم از این نمونه از این شمشیرها داشتیم. این از پولاد گوهر داره و چیغش کنگره داره. دسته هاش هم طبق معمول اکثر اینا، نه همش، من در کتاب من آرزنامه فرام ایران نمونه های اینو خیلی میتونید ببینید. دستش با اجدها شکلی که خم میشه که اجدها دم میده به تیغ. این تیغ کاملا قابل استفاده و برشی هستش. این در قرن 19 همه نسبتش میدن همکارای من و در 1925 از کاخ مرمر در روسیه به اینجا آورده شد. اینجا یک تبر، حتی این تبر خیلی دیگران میگن تبرزین، تبرزین اینجوری نیست، این تبره و پشتش میدین نیزه داره و این قسمتش تبر و این قسمت میدین اجده ها رو باز میبینی. نمونه های این من در کتاب های مختلف من هست، در Arms and Armor و بقیه کتاب هم Persian Archery and Swordsmanship هستش. این در 1923 به این موزه ارمیتاژ آورده شده و این قبلا در مجموعه شخصی کانت پاول شوالوف بوده. ببخشید پاول، دوباره اینجا نوشته شده کانت پاول شوالوف بوده. شما می‌بینید وقتی این تبر دستتون باشه هم با این تیغه میتونید ببرید و هم این پشت نیزه ضربه خیلی سنگین میزنه مثل زاغنور. سطحش هم که قلم زنی شده. این یک سپر از پولاد گوهر داره.
و نمونه سپرهای پولاد گوهر از دوری صفوی حتی در کتاب من آمزنامه فرام ایران و بقیه کتاب ها هست میتونید ببینید. این سپر در 1925 بازم از مجموعه پاول شوالوف خریداری شده و به اینجا آورده شده. این خنجر که بهش جگرکش میگفتن خیلی جالبه و یک نمونه اینم در هم کتاب من میتونید ببینید Arms and Armor from Iran و این اینجا در این کتاب و اینجا که میبینید ببخشید تیغه اصلیش اینجاست. اینه میبینی که میره در مرکزیت و بعد یه تیغه اینجا داره، یه تیغه پشت، یه تیغه اینجا، یه تیغه اینجا. شما وقتی رو قلاف میکنید همه دیگه رو هم دیگه فشار آورده میشن بیرون میاد، شما چند تیغه دارید که میتونید باهاش ضربه بزنید. باز هم طبق گفته بعضی از غربیات اینا رزمیکار نیستن، این حالت نمایشی داشته، این هم چیزی نیست. این من تیغا رو دستم گرفتم، نمونهش در موزه نظامی ایران هم هستش تهران و از پولاد گوهر داره. این که تا اینجا برجستگی وسط هم داره، دستش هم که با نقل کوبی شده. ما اینجا با یه قسمت دیگه میدیم از همین مجموعه موزه ارمیتاژ، ارمیتاژ و اینجا به شما توضیح میدم بقیهش. این یک چهار آینه هستش بسیار زیبا به قرن 17 تا 18 هم این در دوری صفوی هستش و من در نمونه های این اینو شما در کتاب من آرمز نامر فرام ایران میبینید، در مجموعه که ما ناصر دیشای خواجه بوده که نسل در نسل بهش رسیده. این همون بود که لورایی بهشون گفتم. یادتون میاد چند نوع ما چهار آینه داریم؟ ما اگر الان برگردیم اینجا من در کتاب هم اینا رو قشنگ توضیح دادم، اینا با چرم به هم دیگه، تصمیم چرمی به هم دیگه وصل میشده و اینجا اگر الان بیایید نگاه کنید، اینجا اگر الان بیایید نگاه کنید اجازه بدید، اینجا اگر الان بیایید نگاه کنید اینا با لولا به هم دیگه وصل میشده، اینجا سطحش قلم زنی شده و جنر پولاد گوهردار ترش قشنگ به زیبایی از نزدیک دیده میشه. خطاطی رو نگاه کنید روی پولاد گوهردار اون سختیه و اینم سر یک مثل توتی اگه دقت کرده باشید، یک پرنده به هر صورت تلاکوبی شده و قلم زنی. باور نکردنی هنره، ما افتخار کنید هموطنان من به هنر نیاکانم. این کلاه خودم که همتی میدین باز هم نمونه این در کتاب من Arms and from Iran هستش. این معذرت میخوام یاد رفت بگم این قرن 17-18 در 1885-86 از مجموعه سارسکوی سلو که قبلش در پرنس پیوتخ مجموعه پیوتخ بوده، پرنس پیوتخ 1861 تا اونجا بوده، بعدن 1885-1886 خریداری شده و به این موزه آورده شده، موزه سن پترزبورگ. این کلاه خودم که از پولاد گوهردار نمونه این که نمونه هستش که در کتاب من هست Arms and Armor from Iran، اینا دوستان من میگن اوایل قرن 19 میلادی ازش، به نظر من قدیمی تره. ببین اینجا به فارسی هم نوشته، ببین دقت میکنید اشعار فارسی. و جالبیش اینه اکثر کلاه خدا حالا که دماغک دارن که میکشن پایین دماغشون موز بشار صورت، نه فقط دماغ بکه برش هاش شد میشه جلوشو بگیره، بارش هم که نیزکه و معمولا اینجا جاپری دوتا دارن که پر میذارن، یکی اینجا یکی اینجا، این چهار تا جاپری داره، واقعا زیباست. همونطور که میبینید قسمت های پولاد گوهردار رو اینجا باز گذاشتن ولی این قسمت ها رو که بسیار تو ترکوبی پایین فقط کردن که این کنتراستش قشنگ دیده بشه. یک شمشیر بسیار زیبایی همونطور که میبینید، یه یلمان داره، پخ یا یلمان و از پولاد گوهردار، دسته از ماهی که قدیم ها میگفتن که شما الان بهش میگید گراز ماهی، ما بهش میگید گراز ماهی و بقیهش هم اینجا میبینید. دسته ببینید شمشیر رو از پولاد گوهر داره و در اینجا قلم زنی شده و به تلاکوبی روش نوشته شده و حتی اینجا هم از پولاد گوهر داره که روش قشنگ تلاکوبی شده. همونطور که میبینید این دسته کفچهیه این شمشیر، این دسته میبینید با هم دیگه ما صحبت کردیم توی که از اینجا یادتون باشه، معذرت میخوام خیلی سریع رفتم جلو. این میبینه که اینجا مثل گرد شکله، توپ شکله، توپیه، این کفچهیه یادتونه. پولاد من در مورد این پولاد گوهردار که چرا دو رنگه توضیح میدم، برای اینکه لبش و آب دیدنش جوری دیگه میکردن، یعنی لبه هاش هم آب میدادن که سخت‌تر بشه، مثل بقیه شمشیرا که در مورد این پروسه فرایند هم بهشون بعدا توضیح میدم. این یه دونه کلاه خود دیگه است با دو تا جاپری، میبینید با این بالا هم قلم زنی شده، قسمت های چیز رو باز باشتن که بتونن شما پولاد گوهردار از قشنگ ببینید. قسمت دیگه اش را هم
با تلاکوبی کردن. این در اوایل قرن 19 بازم به نظر من قدیمی‌تر. ریزبافی رو نگاه کنید، باورتون میشه این از فولاده نگاه کنید. این مثل این چیزایی که تزویه امروز استفاده میکنن نیست، این نوع کاربردیه، یادتون نره. در 1885-1886 از مجموعی سلاح‌های سارسکوی سلو که قبلا توی پرنس پیوتر ساتیکوف مجموعیمون بوده 1881 بوده، این خریداری شده 1885-1886 بوده، اینجا ریزباف هستش. اینجا نگاه کنید، اینجا یه بار دیگه از این بار بهتون نشون میدم، نیزک رو نگاه کنید، قلمزنی این بار خودش شاهکار، ریزبافی رو نگاه کنید و با نمودارهای مختلف میبینید. نمونه های این گلاخود از پوست کرگدنه. نمونه های این ما در چهار آینه شد در موزه نظامی تهران، من اینا رو در دستم گرفتم و ارزیابی کردم و همچنین چهار آینه شو بازوبندش رو داریم. این بازوبند در موزه نظامی تقریبا خیلی شبیه این دست، همش جفتشون از پوست کرگدنه که اینجا دوستان به قرن 17 نسبت میدن. اونی که توی موزه نظامی تهرانه به کاخ سعدآباد به دوره سند اول دوره سند داره منصوب شده، بالاخره دورهای نزدیک هم دیگه بوده، در 1919 معذرت میخوام 1919 خریدار شده به اینجا آورده شده. دماغکش، جاپریاش و نیزکش از پولادن، این قسمت و این هم مسلم از پولاد، قسمت از چرم کرگدن. که اگه شما در موزه ها دست به چرم های کرگدن زده باشید باورتون نمیشه چه پوست ضخیم و خوبی برای حفاظ از سر هستش. این هم همینطور در 1885-86 خریداری شده، این به قرن 17 این هم سفرش میدن، ولی این بخلاف این کلاخود، این در مجموعه پیوتر ساتیکوف بوده 1861 و 1885-86 از مجموعه سلاح‌های ساسکوی سلو خریده شده و به اینجا بودش گرفته شده و به اینجا بوده شده و اینجا رو میبینید که روش با آب طلا نوشته شده. این یک سپر بسیار زیبا از پولاد گوهردار هستش که سطحش قلمزنی شده، همونطوری که می‌بینید از سلطان نادرشاه روش نوشته شده و به 1703 تا 1704 1105 هجرا نسبت داده شده. السلطان نادرشاه یا السلطان شاه نادر، یادتونم نره، شاه نادر به ندرت یا السلطان نادرشاه، این بستگی داره کدوم دوره اینو بخواید بخونید، اینو لطفا فراموش نکنید، چون بعض وقتا دوستان این رو در خوندن اینها باعث اشتباه میشن، چون هر دو وجود داشته دیگه، سلاح ها هر دو وجود داشته و این خیلی مهمه که ما این رو در نظر بگیریم که ما در چه موردی دقیقا صحبت میکنیم. ما اگر الان بیاییم اینجا نگاه کنیم، خب نادرشاه شما کم تو میدینید اگه بخواب از این الان 1703 هستش، خب بله 1715 چیست، شما میدونید که از 1688 تا 1747 ایشون که بودن و 1747 ایشون کشته شدن، از 1736 شاه بودن همطوری که خودتون میدونید تا 1747 و همطوری میدونید 1688 بوده که خب اینجا ما الان میدونیم که 1698 یا بعضی ها میگن 1688، یعنی در این مورد توافق نظر وجود نداره، 1688 یا 1698 میگن دنیا اومده و در 1747 ایشون به قتل رسیده. خب شما اگر به این چیز نگاه کنید دیگه متوجه میشید منظور من چیه، آیا این نادر شاه یا اینکه شاه نادر، متوجه میشید این چیزی که باید در این مورد شما دقت کنید در وقتی در موردش تحقیق.
چشمان اینجا به زیباییش نگاه کنید، قلمزنی رو در سطح نگاه کنید، باور نکردنیه. خب پای سپرم نگاه کنید، ما اینجا میاییم، معذرت میخوام، این یک دونه تبره دو سر، تبره دو سر که به قسمت اوایل قرن 18 میلادی ربط داده شده و در 1922 از مجموعه پرنس های وکومسکی گرفته شده و اونجا آورده شده. نیزک هم داره بالاش، سر اجده هم که اینجا سر پرندست، مذارم که اونجا میبینید و این دولبه در اینجا. این یه زوبینه و این زوبین در به قرن 17 اول قرن 17 ربط داده شده و در 1885-86 از مجموعه سارسکوی سلو به اینجا آورده شده. پایینش هم میشه اینجا میدید که چوبه، بعضیش فلزه چوبیه و این هم که پرتاب میشه. ما تو در مورد پرتابش هم تکس داریم و همچنین در مورد در نقاشی ها مینیاتور هم کشیده شده. معذرت میخوام، این یه پیشخبز هستش. این پیشخبز به قرن 19 ربط داشته، به نظر من یکم قدیمی تره، ولی غلافش رو در روسیه درست کردن. خودش مال ایرانه. در 1919 به اینجا آورده شده، قبلا توی مجموعه چرتکوف بوده. یک تبرزینه، به این میگن تبرزین، پشت میگیرونه مثل چکشه و نیزک این بالاش معمولا نداره. قیافش خیلی مهمه که به این شکله. این خیلی مهمه، ماره لطف علی غلام بوده درست شده، میگم بوده، ماره لطف آقای لطف علی غلام درست کرده. تاریخ 1151 هجریه. لطف علی غلام من در کتابای منم هست و جایی دیگه هست، یکی از معروف‌ترین تبرسازا بوده که میشه 1738-1739 میلادی، 1151 هجری. این از مجموعه ساسکوی سلو 1885-86 گرفته شده و به اینجا آورده شده. ترشه به این قلم زنی سطحش رو باور نکردنی. در تیرنزی سینه کش میکنم تو که میبینی در شکار اینجا که الله نوشته شده و تراکوب شده. این یک دونه تبر دیگه است. این بازی تبر دیگه گفتم، معمولا تبرزین ها نیزک ندارن ولی نیزک داره. یه شمشیر با کفچه. یعنی که همتون گفتن اینجا مزرعه میخوام، این اینجا که دقت کرده باشی طرح اینجا چیز داره، پولاد گوهر داره. معمولا خیلی میگن اینا چیز ندارن، نیزک ندارن، ولی همتون گفتم بعضیشون دارن، مثل این خیلی نادرن اینجوری. به اینجا ما میریم به قسمت بعدی. خنجرهایی هستن، این خنجرها بعضیشون از طلا روش چیز شدن، طلای خالص. من کتابم هست از این نمونه‌هاش از موزه که بعد روش میناکاری شده، بعضیش از مس، اکثرا مس گردش میناکاری شده، بعضیش طلای خالص. اینجا رو نگاه کنید، این میناکاری رو نگاه کنید، روی این دسته باورتون میشه این چیز آب طلاست، به خود طلا کوبیش خالص روشه. در قرن 18 میلادی نسبت داده شده در 1885-86 از آمه ساسکوی سلو. من در کتابای من آرمزلام فرومیرن از این نمونه ها زیاد میتونید ببینید. این خیلی زیباست، این روش تاریخ داره، تاریخ ساخت داره 1247 1826 تا 1827 و در 1885-86 از مجموعه سلاح های سارسکوی سلو که قبلش در پیوت ساتیکوف بوده، مجموعهشون 1861 تا قبل اونجا بوده گرفته شده. شما باورتون میشه نیناکاری روی بینم روی غلاف. و این هم شمشیر الماس نشانه. ما نمونه های شمشیر های جواهر نشان رو در موزه در بانک مرکزی ایران داریم، برید اونجا میتونید نگاه کنید. و این دسته از تلاس و کفچه، کفچه شکل و روش الماس نشانه. بعضی از ببینید، بعضی ها میان میگن که بله و اینجا رو نکنید تلاسیم و تیغش هم از و حتی روی بربنداش باربنداش و این قسمت تیغلاف هم از تلاس. شما فقط به تیغه نگاه کنید، از نردبان محمد چهل پله عمل اسدالله اصفهانی بدوغ هم اینجا داره که من در مورد اینا در ویدیوهای مختلف توضیح دادم. مگه توضیح خواستید من بگید؟ البته این یه ترکیب از نردبان محمد چهل پله و همچنین از گل سرخ یا لولو. یک عکس دیگه از همینجاست، قسمت دیگه، چون نور این بهتریه.
نور اینجا زیاد خورده ولی رنگش این شکلی. ببین فولاد گوهردار خوب معمولا به آبی میزنه، همشون نبرون که بالاتر مرغوبیت دارن آبی رنگن، میبینی؟ یا سبز رنگ. یعنی اینجا رو نگاه کنید، باورتون میشه قرب آدم ها میسته پلاهی افتم این تره رو. اینجا هم که میبینید که چیز داره برمنداش این از تلاز خوشه مشخص سر نزیاد میبینید میشید و این چرم ساغریه که روز زیرش هم بود شما این موضوع کشیدن که در حالی هندسی بشتید. نمونه ها این در کتاب من هست و دست مانه بعضی از سنگاش نیست. این هم از تلاز باور میکرده. این دوتا کارت ها خیلی زیبا، کارت بالا اون هم روش چیز شده، کارد بالا همونطور که میبینید غلافش روش یاقوت گذاشته شده و در 1885 قرن 19 رفته بشه 1885-86 از مجموعه ساسکون سیل و جفتشون آورده شدن. این یکی اسم داره محمد حسین درست کرده اوایل مثلا تو اوایل قرن 19 میبادی دستاش این دستش از گراز ماهی یا شیر ماهی هم که ما قدیم رو میگفتم و این دستش هم ممکن از عقیقه. اینا کاری رو روی تای غلاف نگاه کنیم و اینا هم که کارت های اصلا که در هم دیگه فرو میرن، یکی میره این چون کوچیک میاد تا اینجا تیغه توش خالیه، این باز میره تو این تیغه توش خالیه و این هم مکش مخلوط شکل آرمزم خواه، این میره تو این، این هم میره تو همشون از فولاد گوهرداره، همشون هم تیز هم کس اصلا باور نکردنیه این هنر. یه کارد دیگه ایرانیه که در 1885-86 از مجموعی اصطلاح های ساسکوی سلو گرفته شده به اینجا آمده شده به اینجا همینه که کنده کاری شده. گفتم در کتابای من همین موهای اینو در گزموزای ایرانه یا مجموعه شخصی مهم به دنیا میتونید ببین نمونه هاشو. ببینید پایینش رو به چه صورته، چقدر زیبا جمع که سنگ رنگین گذاشته. ما ادامه میدیم به قسمت های دیگرش. اینها ببینید نمونه های کاملا زیبای اصطلاح های سرپر ایرانی که اینجا الان چخماقیه، نمونه های فتیلهی یا فتیلهی چخماقی و دنگی بهترین. این باور کنید بین اصطلاح که من تا اینجا نشون دارم از روسی همشون واقعا در سطح اصطلاح های سرد ایرانی که در موزای ایران هست، ولی اصطلاح های گرمی که در موزای ایرانی هست بهتون بگم 300-400 برابر بهتر و زیباتر از این هست. اینا هم خیلی زیبا ولی فقط خواستم بهتون بگم به قرن 19 هستش که این صدای سنگین‌تره، این سبک‌ترین و دوزنیه. شما الان اینجا نگاه کنید معذرت میخوام چخماقش رو میبینید، این چخماق وارداتی نیست، بعضی از چخماقا از انگلستان وارد میشده یا ایست بریتیش کمپانی از اونها نیست، ایرانی ها درست کردن و اینا لوله هاشون جفتشون از پولاد لایه‌ایه، گوهردار لایه‌ایه. در کتاب من که الان پرشن فاین استیل نمونه زیبا اینا رو میبینید از موزه ایران، این هم که اون پایینه. حالا اگه شما بخواید اینجا نگاه کنید این هم چفتشون نگاه کنید، بذارم اولی به شما نشون بدم، معذرت میخوام. آخ اینه، این تا 1885-86 از ساسکون سه رو برشته، قبلش رو به مجموعه پیوت ساتیکوف بوده این و این یکی دیگه، این دومی، این در 1822 از مجموعه فرانسوی ولکونسکی خریده شده. ما میاییم اینجا به چاشنیدان ها. چاشنیدان ها اینجا هستن، ببینید اینا بارودان نیستن، چاشنیدان ها اینا بارود گر یا پولور خیلی گرچوری خیلی نرمی بوده که اینا رو در چاشنی میریختن، اون چاشنی باعث میشده که مثلا با فتیله یا با چخماق یا با دنگ اینا منفجر بشه و بره اونو در خرج داخل که در بارودان تو سرپر ریختید باعث بشه اون شلیک بشه. متاسفانه تو ایران چون خیلی وارد نیستن به فرق چاشنیدان و بارودان میره تا این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنه. اینا هم در 1885-86 از مجموعه اصطلاح های ساسکوی سلو
خریده شده و اینجا برده شده و از قرن 18 را به طلب داده میشه. این شمشیر که همتون میبینین در قرن 15 تا نظر من قدیمی تره، از پولاد گوهرداره و دسته و چیزش هم از دسته شیرمایی هستش. این خنجر به قرن 19 رب داده شده و این هم از کاخ زمستانیه. جالبش اینه که غلافش پشتش سیمدوزی داره. من اینو خیلی کم دیدم که ده یک دونه خنجر چیز باشه، چیز در نوکش هم مخروطیه که این وسطش هم اومده بالا، دستش هم از شیرمایی هستش. نمونه این شمشیرها در دوره زند زیاده در کتابای من. شما برید اصلا سردارای زند اسمشون نوشته شده روی موز روی تیغه ها. نمونه هستش که این نمونه رو اینجا میبینید و اینجا یه کلاخوده، کلاخود که در 1207 هجری این کلاخود مثل تاریخ داره که میبینی که چیزی روش کندکاری شده باور نکردنی. 1792-93 ببینید ریز بافاری رو ناکنید روی چیز دقا. و این هم همینطور 1207 هجری 1792-93 از چیز آورده شده از کاخ، این هم همینطور از کاخ زمستانی و همچنین این سپر. این سپر هم هر سه تاشون تو یک چیز بوده هم دیگه آورده شدن و یک دونه تاریخ دارن. اینجا ما یه پیش قبض میبینیم، این هم یک نوع دیگه کم شبیه کارد کجه و این هم که خنجره. بینید روش شکنده کاری شده. در کتاب من آرمز و نامر فرام میبرن نمیرهایی رو زیاد میبینید و این پیش خبز هم همینطور زیاد میبینید. غلاف رو این به چه زیباییه و کنده کاری رو تیغ قرین از پولاد گوهردار آهنک رو نگاه کنید، باور نکردنیه. و این پیش خبز یا کارد کج اینجا همینید پایینش و روی دستش هم کنده کاری شده. اینجا این یک دونه تبرزینه، مورد اواخر قرن 18 میلادی میگن نسبتش دادن، میگن که 1885-86 از مجموعه سلاح‌های ساسکوی سیل آورده شده که روش گندکاریه و آب طلا دادن. این هم یه تبرزین دیگه است که 1925 از شتیگلیتس دانشگاه تکنیکی به سر نقاشی تکنیکی موزه اونجا آورده شده. این هم که یک شمشیر بود از کفشه، در مورد صحبت کردیم کفشه این صدالله مل صدالله بنده شاه ولایت عباس هم میبینه و بدوه اینجا. اینجا هم میبینید السلطان فتلی شاه قاجار به پول گوهرداره و اینجا باز میریم به مجموعه زیبایی دیگه از چیزای ایرانی میریم. از همه مهمتر این کلاخوده به نظر من. دو تا کلاخود در این مجموعه هستن که ما خیلی هم قدیمی هم، ما رو قرن 14-15 اگه قدیمی تر نباشن. حتی این دوستان ما میگن از شمال غربی، ولی به نظر من از شمال شرقی هم بیشتر. در اون مسئله با دوستان حالا در تحقیق هستیم و 1885 تا 1886 از مجموعه ساسکوی سیلو آورده شده برای میتاژ. نمونه های این که با ابرو هم هست و اینجاش این قسمت شده ما داریم براش تحقیق میکنیم و ما حتی نمونه های حفاری شده شده در موزای ایران داریم که در این مورد من دارم یه مقاله میمیسم. این اگر نگاه کنید ببینید اینجا این در یکی از کتاب های کنم یکی از همکاری روس در مورد این خیلی مقاله نوشته و حتی بقیه نوشتن. این یک خنجر خیلی کمیابی اواخر قرن 15 اوایل قرن 16 میلادی 1885-86 از مجموعه ساسکوی سیلو بول شده. تیغش از پولاد گوهرداره، همتونی میبینی دستش از مسه و روش آب طلا داده شده، باور نکردنیه. خیلی سیماز نکنید جمع از یاقوت میبین، باور نکردنیه. یک شمشیر اینجا بهتون نشون میدم، یک شمشیر بالایی که هستش از قرن 18 اوایل قرن 18 تا بگم در 1885-86 از آرمری سارسکوی سیلو برده شده و شما یه سلاح ها همطوری که اینجا میبینید دستش هم از فلز ملک کلب علی اصفهانی 1019 و با دو بود باشه. پس میبینید گفتم فلزی روش تمام مبتلا دارم.
چه زیبایی. شمشیر بعدی اواخر قرن 17 تا 18 1885-1886 از مجموعه سرایی سازگونه سهرو دستش زاج فیله و دستش سر کربلاییه. دست کربلاییه و اینجا هم به اجده ها خط میشه. همونطوری گفتم در دوره زند از این نمونه ها ما زیاد داریم. بینم تیل قشه عمل مصری معلم یا معلم مصری ببینید که از این نمونه های این در کتاب من آمزنام فرومیران این مهره ناهنگر هستش. و اینم یه مزراق نیزه دورلب از پولاد گوهردار کاملا تیز کاملا قابل استفاده است. بخلاف ادعایی که بعضی دو غرب میکنن عمل صالح محمد ابن حاج رحیم 1118 هجری 1706 تا 1707 که در 1885 تا 86 از مجموعه ساسکونی سلو به اینجا وارد شده. نگاه کنید این پایینی هم دوباره یک شمشیر دیگه است به قنی 18 و معذرت میخوام دستش هم از شیرماهیه که اینجا هم روش باب طلا نوشته شده. تیغش هم که از پولاد گوهر داره. این یکی دیگه از اون چیز هاست که بهتون گفتم این مال قرن 14 است و باز هم اینجا مینید اون یکی ابروهاش دیده میشده به این صورته ولی طرز تزییناتش به این شکله که این 1885-86 از مجموعه ساسکونی سلو آورده شده. شما اگه قبلیه رو برم بتونی یه بار دیگه نشون بدم اجازه بدید ببینم کجا بود. آه اینجا نه یکی اینجاست یکی قبل این نشون دادم دومی اینجاست. نکنید این ابرو داره میبینی ولی اگر ما این دومی رو بریم نشونتون بدم بذارم بخواب این ابروش نیست. به این قسمت هم بوده که به سبب یا دماغک بوده اجزایی مختلف زره آویزه میشه. از قرن 17 هستش کمان اواخر قرن 17 ما نمونه های این از دوره صفوی داریم که در قوم قاجار اینا رو استفاده میاد چیزن نمونه های قاجار تا آخر خود دوره قاجار. یه ترکیشیه که این ترکیش دوره صفوی نمونهش فرقی نکرده در 1886 ورده شده. یعنی اینجا بعد مذارت میخوام باور نکرده و این تیرایی که در اون گذاشته شده و تزیینات روی ترکش رو نگاه کنید. من پایین ترکش رو نگاهشون میدم این چقدر زخیمه یعنی میتونید که قشنگ توش خیلی چیز بذارید تیر بذارید و این از سطحشه. یادتونه بهتون گفتم چیزای قاجار تاج دارن میبینیم که دستشه. و نمونه این در بنیاد موزه بنیاد هستش که در کتاب من هم هستش. من بنیاد 500 از شیرهاشون رو من براشون ارزیابی کردم. اینم که یک گرز مخروطی شکله یک شیشپره دو نوع گرز در مورد گرز اینجا یک کتاب یک ویدیو دارم در کتاب من هم زیاد میتونید ببینید. این دیگه چیزای کلا خدایی که با نمادهای ایران هستش. این خورشیده سر طاووس جنی زد داره به قرن 19 رب داده شده. اینم که دیو شکله دماغ نمونه شما که دیده بودیم قرن 19 بیزبافه. ببینید بیزبافی باور نکردنیه واقعا باور نکردنیه. نگاه کنید ما جلوتر میریم و این گرز گاف سره بکنید از فولاده و این هم که یک دونه تبر دو سر 1922 مال قرن 19 از مجموعه رسای بولکونسکی خریداری شده و این هم گرز دیو سر از مجموعه بارون اوستن زاکن بوده که 1918 به اینجا آورده شده. دیو سر این گرز شیر سر معذرت میخوام بله شیر سر با علامت شیر میبینید در 1926 از کاخ مرمر روسیه به اینجا آورده شده. این یک دونه گرز دیو سر دیگه قرن 19 که 1940 از یک مجموعه شخصی خریداری شده. اینم که یک دونه تبره پشتش مینی سر شیره باورتون میشه و اینم یک دونه کلا خود دیو سر دیگه و اینجا شما نگاه کنید ریز بافی رو نگاه کنید و میخ پرچ شده باورتون میشه؟
این یه نوع دیگه با سرم طاووس و اینا گرس هایی هستن که از چوبن و در قرن 18-19 میلادی از درست شدن و از کاخ سمستونی به اینجا برشتن. مثل دست موش داره، ببینیم به چه زیبایی رگای دست این چیزی کنده کاری کردن. و اینو نگاه کنید، نمات های ایران عزیزم شیر خوشید. و اینم شمشیر مستقیم ایرانیه، یه نمونه دیگه از شمشیر مستقیم ایرانی. و اینا نمونه های اینا که در موزه ارمیتاژ هست، در کتاب من آموزان فرومی ون میتونید ببینید، در لغتنامه من میتونید توضیحات رو بشنید ببینید، طرز استفادهشون در پروژن هاچرین سورسمنشیپ میتونید ببینید، بیشتر سلاح ایرانی از مجموعه جمهوری چک میتونید در اینجا ببینید، در موزه سنویمو. این کتاب هم دوباره شمشیرهای مختلف در کنار اونها شمشیر ایرانی میتونید ببینید، فقط هندی و عثمانی زیادی کم داره و سلاحهای گرم ایرانی میتونید اینجا ببینید، پروژن فاین استیل. و در این کتاب هم در مورد گوهرها، سنگهایی که قیمتی و همچنین سلاحهای مختلف و سنگهای قیمتی میتونید در اینجا ببینید. هموطنان گرامی، امیدوارم که از این مجموعه لذت برده باشید. مجموعه ارمیتاژ که از مهمترین مجموعه هستش که من به شما توصیه میکنم حتما اگه به روسیه رفتید به ارمیتاژ برید و این مجموعه سلاح‌های ایرانی رو در ارمیتاژ حتما دیدار بکنید. در پایان کار از شما تشکر میکنم و همچنین از همکاران من، کاران خودم در موزه ارمیتاژ روسیه، و امیدوارم که همه دوستان پیروز باشن و روز خوبی داشته باشن و ما محققا بتونیم در سطح دنیا مثل همیشه به کارهای تحقیقاتیمون ادامه بدیم. از تمام دنیا همه با هم دست در دست که بتونیم زیبایی کارهای کشور خودمون رو به دنیا نشون بدیم. همتون گرامی، لطفاً به ویدیوهای منو روش کامنت بذارید، لایک کنید، کانال منو زنگوله رو بزنید، عضو بشین، سابسکرایب کنید و حمایت کنید. پیروز باشید هموطنان گرامی و بدرود.